رادیو همراه. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. خواهش می‌کنم. من مزاحمتون شدم. یه پسر 10 ساله دارم که الان چند وقت این پسرم اصرار داره که من براش از این بازی‌های کامپیوتری بخرم. من خیلی باش راحت نیستم عزیزم. اشکال کار اینه که فرزند چند تا دارید؟ همین یه دونه؟ نه آقای دکتر، من 2 تا بچه دارم. یه دختر 6 سالم دارم. ببینید، محیط و جوی که من و شما درش زندگی میکنیم، این بازی ها بسیار رایجه. نبودن و نداشتنش هم بچه ها رو مختلف و متفاوت میکنه و احساس خوبی بهشون نمیده و ضمناً در یه فرصتی که پیدا کنن بعدن میتونن به مرحله های افراطی برسن. حالا بازی جای دیگهش مهم نیست و بعدم اون حال و احساس بد مسئله است. مهم اینه که رابطه شما و همسرتون با پسرتون چگونه است، یعنی چند اندازه توان اداره کردنش، حالا نمیگم کنترل کردنش رو دارید که بتونید این رو به صورت نسبتاً قابل قبولی در بیارید که نه اون تفاوت و فاصله رو با بچه ها حس کنه، نه اینکه سخت درگیرش بشه، چون با توجه به فاصله ای هم که داره که نسبتاً زیاده و بعدم بعدی دختره، خیلی این خطر وجود داره که این بشه موضوع اول و اصلی زندگیش، همطور که برای یه دست. و امروز میدونید از نظر روانی کاملا آمده وارد مرحله ادیکشن یا اعتیاد شده برای نوجوانان جوانان و بنابراین برمیگرده به اینکه چند روزه میشه درستش کرد، کنترلش کرد و ضمناً چقدر زندگیش با ورزش، با دوستاش، با پدرش، مخصوصا چون پسره، پره که یه مرتبه اون همه وقت خالی رو نداره که شما نه براش برنامه‌ای دارید تو کاری دارید و در نچونم میشنه پاشته این دستگاه و به مقداری که این را رو داره بیشتر و بیشتر میخواد. اینا از اون مواردی است که هیچ وقت حالت چون کمبود رو نداره، دفیشنسی رو نداره، یادم بگه مثل تشنگیست، من آب میخورم دیگه سیر میشم دیگه، یا تشنگیم رفت میشه دیگه آب نمیخوام یا گرسنه هستم سیر میشم، اینو نداره عزیز. این ببینید آقای دکتر، بفرمایید. آقای دکتر، من برای پسرم برنامه ریزی کردم، کلاس بسکتبال میره، شنا میره، بعد وقتش رو پر میکنم با پدرش، ورزش میره، دوچرخه سواری با هم میریم، ولی چیزی که هست اطرافیانش، دوستاش، همسایه هامون از این وسیله ها دارن و به خاطر اینکه با اینا بازی بکنه همش وقتی که مثلا فیری هست میگه من میخوام برم خونه فلانی و من بهش میگم خب بگو اون بیاد خونه ما یا بریم با هم بیرون، میگه نه من میخوام برم اونجا و من بعدا میفهمم که رفته اونجا بازی کرده و اصلا به این دلیل هست که دوست داره. نه اون شیبی نداره. ببین، رفتنش و اشتیاقش و اینکه بره اونجا بازی کنه بد نیست. ببینید، تو کار تربیت یه چیزایی هست که خیلی بد نیست یا بد نیست ولی ما درست نمیدونیم، دوست نداریم یا نگران هستیم. خب تو خونه رعایت میکنیم ولی بیرون بچه ها رو آزاد میگذاریم. یعنی شما من بگید که من میدونم میره اونجا بازی میکنه، میگم اشکالی نداره، ولی من نمیخوام که اصلا تو خونه شما نباشه، نه به خاطر اینکه دوستاش بیان یا یه رفت و آمد باشه، چون خودش هم مثبت و خوبه، به خاطر اینکه بعدا یه مقداری از کارهای دیگه بزنه و به اون برسه. بنابراین جمله‌مو باز تکرار میکنم، اگر فکر میکنید که توانایی اداره و کنترلش رو فعلا که دارید، نوع رابطه طوریست که مطمئنید 2 سال و 4 سال دیگه هم به احتمال زیاد خواهید داشت، براش بگیرید ولی باش یه شرط و قراری بگذارید و پای اون شرط و قرار هم از خود او بخواید که مسئولیتشو بپذیره و تبدیلش نکنید به یک کسی که دفعه بره توی کلاس 30 نفره ببینه ای بسا 28 تا از بچه ها دارن، ما دوتا نداریم، یکیشون هم مثلا فرض بفرمایید یه تفاوت فرهنگی یا کلی با بقیه بچه ها داره، پس بنابراین دوتا آدم غیر عادی ماییم اینجا. اون احساس بدی است. من همین حسو داره که فقط من ندارم. نه. دلیلش چیه؟ آیا ما پولش رو نداریم؟ نه حتماً، نه حتماً بهش بگید که این چیز خوبی نیست، ولی تو اگر قول بدی، قرار بذاری منو بغل کنی و به من قول بدی، بابا رو بغل کنی و به او قول بدی که در این مورد حتی وقتی که حرف ما رو دوست نداری، درست نمیدونی، اذیت میشی، یعنی باش صحبت کنین، قبول کنین، برات میخوانیم و بخرید عزیز. خیلی ممنون.
نه این کارو نکنی. آها. یعنی بچه ها رو نباید باشون رفتاری کرد که گفتم احساس این رو بکنن که ما مال یک کره دیگری هستیم و پدر و مادر ما مثلا به خاطر ایرانی بودن اینجا هستن. چون اگر شما فرض کنید امریکایی یا کانادایی بودید و در امریکا و کانادا بودید، بچه به این نتیجه نمیرسید که ما امریکایی پس نیستیم. ولی بچه ایرانی دفعه اون بچه او ما معلوم از یه جای دیگه میاییم که کس دیگری هستیم، در حالی که یک او میبینه کس دیگری نیست، دو دلش بخواد مانند اونا باشه. پس بنابراین چجوری به پذیره این تفاوت و خیلی از اوقات ضربه های بدی به بچه ها میزنه. بنابراین یک کمی چون خطر در کمینه و اونم واقعا عادت و اعتیاد به ایناست و یه مقدار صرف وقت بیش از اندازه در این زمینا که بچه ها رو از کارهای خوب باز میداره و آسیب هم بهشون میزنه، اگر فکر میکنید روابطتون نسبتا خوبه، اگر فکر میکنید شما و همسرتون در ارتباط با بچه ها به ویژه این پسرتون یه مقدار زیادی با هم راحتید، همدیگر رو میفهمید، قبول میکنید، با هم کنار میایید و ضمناً هم بهش بگید این کار شرطش مثل شیرینی که میخوریم محدوده، مثل خواب یا ورزشی که میکنیم محدوده، مثل مدرسهی که میریم محدوده، اینم محدودیتش رو بگذار ما برای تو مشخص کنیم، هر اندازه تو موافق نیستی، دوست نداری و احساس بدی میکنی. نه اینکه بگم این حرفای سند و مدرکیست که بعدا اگر قبول نکرد و اجرا نکرد و میبردش دادگاه، ولی میخوام مقدمتشو بسازید که حداقل برای یه مدتی اوضاع رو در اختیار داشته باشید و بدونید مدیریت کنید. ولی هرگز نباید در اون حد و مرز رفت که ما اینا درست نمیدونیم و البته حرفی که مطمئنم هرگز شما نزدید که ما ایرانی هستیم، چون چه ارتباطی به ایران و ایرانی بودن نداره. بنابراین براش بگیرید عزیز، براش بگیرید، دلیلی هم نداره که با او کاری بکنید و برخوردی بکنید که احساس کنه من مختلف و متفاوتم و مختلف متفاوت نیستم، یا اونا بدن یا من بدم. نه من باهاش گفتم که من با آقای دکتر صحبت میکنم، هر چی که آقای دکتر گفتن، و الان دو سه روز بود که تماس میگرفتیم که خودش هم بتونه گوش بده، منتها دیگه نشد و امروز خودش کلاس هستش. بعد چشم آقای دکتر، این حرف شما رو حتما گوش میدم. دومیش این که آقای دکتر، من سیدی های شما رو گوش دادم برای 7 تا 13 سالگی. میدونم شما میگید که توی 10 سالگی این بچه ها یه مقداری به هم میریزن. پسر من گاهی میگه که من مامان احساس مثلا سد هستم از تو درونم، یعنی توی دلم خوشحال نیستم، ناراحت هم یه کوچولو. بعد بهش میگم چرا ماما، خب مثلا الان مشکلی داری؟ میگه نه ولی نمیتونم اصلا هپی باشم. گاهی این نه بهش بگید عادیه، بهش بگید منم اینجوریم، بابات هم میخوای بپرس، به پدرت، به همسرت هم بگید، اونم بگه. چون بچه ها مهم اینه که در اینجا فکر نکنن غیر عادی هن، یک، و دوم این که بپذیرن خودشون رو اینگونه هستن. آدم ها مثل اینمونه که آدم بگه من گرسنم، تشنم، یا خوش سیرم، یا مثلا از یه چیزی لذت میبرم، یا رنج میکشم، مثلا سر کلاسم رنج میکشم. بهش بگید اینو عادیه، چون بچه ها تو این سن و سال میخوان خودشون اینجوری پیدا کنن و من نمیخوام یه دفعه یک برچسبی رو خودش بزنه و یا احساسی درش رشد بکنه که من یه عیب و ایرادی دارم. حرف ایناست که پسرم، منم بعض وقت دلم گرفته، آدمو بعض وقت صبح بلند میشم اصلا حال و حوصله ندارن، یه روز دیگه ذره بهترن. بنابراین اینا اصلا موضوعی مهمی نیست. علاوه ای دلت میخواد تو همین حال بمونی، بمونه، که فکر کنی چون حال بدی باد اومد بیرون. اگرم دلت نمیخواد، خب بیا یه کاری بکنیم که مشغول بشی و کم کم شاید حالت شادی و رضایت برات پیدا بشه. نشودم نشوده، به هر حال مثل آدمی که تشنه میمونه، گرسنه میمونه، بعد میره تشنگی و گرسنگی رفع میکنه، ما هم یه موضوع غمگینیم یا نگرانیم، بعد از اون مدتی دیگه مثلا غمگین نیستیم، نگرانم نیستیم و این حالت عادیه. یه کمی تمام مدت باید به بچه ها این پیامو داد که آنچه که حس بکنی، احساس بکنی، عادیه، معمولیه، عیبی نداره، منم اینجوری بودم، پدرت یا مادرت هم اینجوری هست، عمو هم که خیلی دوست داری اینجوری بوده و هست. و اگر فکر بایی ممکن اینقدر کنجکاو باشه که برخی از اوقات بچه ها هستن که از عمو بپرسه، بهش زنگ بزنی بگی دستم به دامنه، یه دفعه بر نگردی بگی من هیچ وقت در زندگیم مثلا غمگین نبودم، پرت و پرا پیاده نکنی. یعنی میخوام به شما بگم اینا یه پیام هاییست که برخی از اوقات یک بار که فرض کنید شما بگید مادر جون منم مثلا بودم، مثلا 3 روز قبل صبح که بعد شما رفتید، مثلا من حدود ساعت 10 یه ذره واقعا دلم گرفته بود و غمگین بودم،
یا من دیدم بابا بعضی وقت مثلا بهش زنگ میزنم میگه حوصله ندارم و غمگینه، خیلی عادیه. لطفا برزم توجه کنین، 70 سال با این فکر حرکت میکنه که دلیل نداره نگران و ناراحت از این بشه که غمگینه یا غمگین نیست. یعنی یه مرتبه حتی با یه جمله، چون این موارد تو این سن و سال برخی از اوقات تعیین کننده و در حقیقت بچه ها به یه نتیجه رو تصمیم میرسن و اونو پس میزنن، در حالی که اگر چطور تو برای چی غمگین هستی، مگر چیزیت فراهم نیست، مگر کشتیات غرق شده، هرچی خواستی که ما برای تو، یعنی از این پرت و پلاها سر هم کردن، یه دفعه بچه متوجه میشه من عجب ببخشید خریم، عجب بدیم، عجب مخصوصا با توجه به برداشتای خودش مثلا تشکر نمی کنم، قدردان نیست، حال هرچی که هست، و در نتیجه همه اینا بمبارانش به این که تو بدی، تو بدی، 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 بدی. و چون ما در وجودمون این که ما بدیم نشسته، همیشه عرض کردم 95% آدم ها در 3 سالگی در امریکا آمارا نشون میده احساس رو این که من بدم. بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم که در 5 سالگی یا 7 سالگی 10 سالگی بچه بگیم تو که اینجوری هستی، تو که این کار میکنی، پسر یا دختر بدی هستی. به این نتیجه میرسی که راست میگید، ولی با این کار آسیب میبینه، با این کار از پا در میاد، با این کار نه تنها احساس بدی میکنه، روزی که آدم فکر کنه بده، کار بد رو راحت تر میکنه، بدون نگرانی میکنه حتی، و کار خوب رو کمتر. بنابراین اصلا باش عادی باشید. و به همجاز که الان میبینید، به نظر من وقتی در یه جامعه زندگی میکنیم 60-70% مردم کاری میکنن که ما درست نمیدونیم، ولی اونقدر هم اشکالی نداره، باید به سمت اون چیزی که در جامعه حاکم رفت عزیز. و بنابراین میخواد این لباس رو بپوشه، میخواد اون کار رو بکنه، میخواد این مثلا بازی های کامپیوتری داشته باشه، براش بخره، بعدم بهش بگید فلانی آدرس شده که چکی برای من بفرسته، چون من گفتم براش بخره. من اینقدر حرفای شما رو گوش میدم تا میام روشن بکنم، میگه بازم میخوای آقای هلاکویی گوش بدی؟ میگم آره مامان، من تنها کسی که دارم آقای دکتره. خب بنابراین بهش بگید که به من گفت که برات بخرم، که اقلا ما یه اعتباره که یه جا پیدا کنیم. آره حتما. یه سوال آخرم بپرسم آقای دکتر، الان من پسرمو، چون ما تو کانادا این به دنیا اومده و داره بزرگ میشه، من گذاشتم زبان فارسی رو بره مدرسه بخونه و بنویسه، هفته جمعه ها هستش 2 ساعت و نیم، خیلی دوست نداره و من هی بهش میگم حالا امسال برو، سال دیگه دیگه نرو. آره بکشیدش، نه فشار بهش نداری، ولی همین جوری بکشیدش، چون هرچی بدونه بعدا خوشحالتر میشه. آها. بعدم به خاطر اینه که الان دونستنش یا خواندن و نوشتنش کمک میکنه که خونه، محیط خونه، حرفا، صحبتا، دیدن یه روزنامه، یه مجله براش عجیب و غریب نباشه. میدونید فرض کنید من و شما بریم خونه یه چینی، بعد ببینیم مثلا روزنامه‌هاش اونجا ریخته، خب برای ما یه مقدار کاغذ با یه مقدار چیزای عجیب و غریب، در حالی که وقتی که من و شما حتی کمی چینی بلد باشیم که ببینیم مثلا بالاش مثلا اسم روزنامه هست بخونیم، یا حتی ببینیم مثلا یه لغتش یعنی صبح، اصلا خود این یه احساس ارتباط و نزدیکی رو میکنه. بنابراین تا اونجایی که میشه بچه ها رو با تشویق کرد، کمک کرد، هول داد، کمی نمیخوام بگم سخت گرفت، ولی یه کمی به ناله و مخالفتشون اعتنا نکرد. حالا تا کلاس سوم بخونه بهتر از اینه که تا کلاس دوم خونه، و تا کلاس پنجم رفت خیلی بهتر از اینه که تا کلاس چهارم بره. بعدم هر جا خیلی ول کرد و جدی گرفت و نخواستم راهاشون کنیم، چون متاسفانه تو این زمین ها توفیقی به دست نمیاریم. از 100 تا بچه یکی هم به نظر من وقتی برسه به کلاس 12 فارسی رو در حد کلاس 12 نمیدونه وقتی که در خارج از ایران. بازم بهتر از اینه که هیچی ندونه. دقیقا شما. دقیقا. یعنی ببینید همینقدر که با سختی بتونه بخونه، همینقدر که با سختی بتونه. من مثلا فرض کنید کبک میرفتم، خب تمام سینا فرانسه است دیگه، با وجودی خب من این زبون رو نمیدونم، نه جدا از قد وقتی مثلا از یه لغتی میبوده این چقدر شبیه لغت انگلیسیه، حتی همین که معنیش رو تا حدودی میفهمیدم احساس میکردم که خب پس این یه معنایی برای من داره، خب یه مقدار علامت و نشانه نیست بدون اینکه معنایی داشته باشه. بنابراین حق با شما، هر چی بیشتر بیشتر من میگید تا کلاس دوم زورم رسید، تا چهارم رسید، تا هفتم رسید، هر چی بیشتر بهتر. وقتی هم یه جای زورتون نرسید دیگه هیچی از صحنه بیاد بیرون.
الان کلاس چهارمه و خوب میخونه، خوب یاد گرفته. خیلی تشویقش میکنم. سوپرای ایرانی میریم بهش میگم اینا رو بخون، بعد میخونه. کلی تشویقش میکنم، میگم ببین چه حس خوبی داری، تو الان 3 زبان بلدی که حرف بزنی. نه اینا فوق العاده است عزیز. بعدم سفر به ایران و بودن توی محیط خیلی خیلی کمک میکنه. بعدم یه مقدار آهنگا و ترانه ها ازم، ترانه های خوانندگانی که نسبتاً وقتی میخونن شفاف و روشن میخونن. من پسر دومم فرید میتونم بگم فارسیش رو به مقدار زیادی مدیون مارتیک و فرض کنید 10-12 آهنگ این هنرمند خوب و عزیز بود و با شوق و اشتیاقی هم میخون. خود این سبب میشه مثلا 150 تا لغت یاد بگیره. آفرین. یعنی اصلا چرا بله. چرا ترانه یاد نگیرن؟ بله خیلی جالبه. بنابراین من خاطرم مثلا با یه شور و اشتیاقی مثلا بهار اومد و میخون، هنوزم میخونه. تو مثلا یه دفعه تو برنامه رادیویی ازش خواستن که بخونه و خیلی اینقدر خوب خون که مارتیک گفت بگه من نمیخونم. به هر حال از این بابت خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون. خوش به حال پسرای شما که پدر به این خوبی دارن. لطف و محبت. اگر بهشون بگم وقت معتقد میشن که مردم چه تصویر غلطی از پدر شما. برای خوشحال شما با تون صحبت. هم از نزدیک دیدم، تو کنفرانستون بودم، هم تلفنی این دفعه چهارم همه با تون تماس میگیرم. واقعا بهتون افتخار میکنم. لطف و محبت دارید عزیز. خیلی ممنون. خدا نگهدار. مرسی. خدا.